در روزگار ما شاید زیاد نباشند هنرمندانی که بدانند هنر تنها در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام جایگاه ارزشمند خود را باز می‌یابد. با این حال وقتی کسی به چنین رازی پی برد دیگر برای همیشه به اوج رسیده و ماندگار شده است، زیرا همین اعتقاد اسباب جاودانگی هنرش را فراهم می‌سازد. این گونه است که هنرمند ما به خود می بالد، چرا که دریافته است در لابلای تار و پود هنرش مدح اهل بیت موج می زند و همین بهای هنرش را صد چندان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. عطاالله شاکری هستم. 37 سال سن دارم، متولد مشهد. بنده در یک خانواده مذهبی و هنردوست متولد شدم. پدر و مادر من هر دو هم خوشنویس بودن و هم نقاش، و با توجه به این محیط من به نقاشی علاقه من شدم. البته خاله من هم در این زمینه در نقاشی ایرانی فعالیت داشتن، از اساتید مشهد بودن که خب با دیدن آثار ایشون من بیشتر راغب می شدم به. به صورت حرفه‌ای نقاشی ایرانی از زمانی شروع کردم که یادم میاد در از جایی میگذاشتم با دیدن تابلوی عصر عاشورای استاد فرشیان یک دفعه نگرش من نسبت به کار نقاشی تغییر کرد. به قدر این تابلو زیبا، دقیق، عمیق و با احساس کار شده که هر بیننده رو جذب خودش میکنه، مخصوصا کسی که در رشته نقاشی ایرانی فعالیت داشته باشه. با دیدن این اثر نفیس و معنوی و بسیار زیبا واقعا عزمم جذب شد که این رشته رو به صورت جدی ادامه بدم. میگویند که عاقلان را اشارتی کافی است و به گمان ما این مثل درباره هنرمندان عاشق بیش از همه صدق میکند و باید با تأکید گفت که عاشقان را اشارتی کافی است. گواه ما در این مدعا انقلابی است که تماشای یک اثر هنری در روح و جان جوانی چون شاکری ایجاد کرده است. کافی است بدانیم که منشأ این همه ذوق و تعهد به دستگاه ائمه دین یک لحظه تماشای تابلوی معروف عصر عاشورای استاد محمود فرشچیان بوده است. راستی در آن یک نگاه چه نیرویی نهفته بوده است که توانسته چنین طوفانی در اندیشه و روان یک انسان به راه اندازد و او را در تمام عمر به کسوت عاشقی اهل بیت علیهم السلام مفتخر سازد. بله، در همون دوران نوجوانی جوانی بود که من با کتابخانه آستان قدس رضوی
آشنا شدم و در رفت آمد اونجا بودم، بخشی داشت به نام بخش هنری آثار قاسم رضوی که اساتید نقاشی مشهد در اونجا مشغول به کار بودن. اولین استاد من در این زمینه سرکار خانم مهانی منش بودن. از دیگر اساتید من مرحوم استاد ظریف تبریزیان بودن، ایشون از اساتید گل و مرغ مشهد بودن که در سطح کشور کاملا شناخته شده هستن. مدت کوتاهی از تجربیات ایشون بهره مند شدم. کار رو به صورت حرفه‌ای با استاد پرویز اسکندرپور خرمی از اساتید دانشگاه تربیت مدرسه تهران و رئیس اسبق موزه فرش ایران دنبال کردم در رشته تصیب که خوشبختانه مدارکی رو هم تونستم در این زمینه کسب کنم. استاد هوشنگ جزیزاده هستند که در آموزش نقوش تجریدی آراحیه‌های اسلامی خیلی از ایشون کمک گرفتم. در حال حاضر هم به صورت جسته گریخته هر وقت استاد فرشتیان تشریف میارن مشهد خدمتشون میرسیم و تلمذی میکنیم و ایرادات کار رو میگیریم و انرژی میگیریم و به این شکل هنوز داریم شاگردی میکنیم. وقتی از هنر معنوی و الهی سخن میگوییم، موضوع دیگر تسلط تکنیکی و دانش هنری نیست. موضوع کوتاه کردن فاصله تا خداست. موضوع دست زدن به ریسمان عنایت ائمه خداست. موضوع پیمودن راه ملکوت در کمترین زمان ممکن و استفاده از انفاس قدسی کسانی است که در محضر پروردگار آبروی مخصوص و آوازی در خلوص دارند. نقاشی ایرانی یک دفعه دفعتن قالبی به من تزریق نشد. من با دیدن یک تابلو به یکی از رشته های نقاشی ایرانی علاقه من شدم. 7-8 سال نقاشی معاصر رو کار میکردم و از نقاشی مکاتب قدیمیم غافل بودم، متنفر بودم از چهره هایی که چشم های مغولی دارن، شکم های برجسته دارن، فاقد نور، فاقد پرسپکتیوم، متنفر بودم. بعد دیدم بل اجبار مجبورم برم سراغ اون کار. رفتم یکم تمرین کردم، مشق کردم، ممارسه کردم، کم کم علاقه هم زیاد شد و انقدر این هنر مکاتب نگارگری ما تأثیر گذاره که عاشقش شدم. همچون گام به گام هنر اسلامی، هنر ایرانی اسلامی گام به گام درون من شکل گرفت و من علاقه من شدم بهش. شاکری از جمله هنرمندانی است که هنرش را به درستی میتوان آینه هنر دینی و معنوی دانست. هنر دینی در عین اینکه آسمانی، آرمانی و معناگراست، زمینی و واقعی نیز هست و دردها، رنجها و ظرفیتهای انسان امروز را میبیند. هنر دینی نه آنقدر از عطر معنا و مفاهیم پر است که زیبایی را از چشمها دور کند و نه چنان سطحی و عاری از معنا و معنویت است که هیچ نشانی از محبت اهل بیت و زیبایی‌های معنوی و الهی در آن دیده نشود. سیری در تابلوها و دست آفریده‌های عطاالله شاکری به روشنی روح چنین تعادلی را نشان می‌دهد. جلوه‌های هنر مدرن معاصر در عینی‌ترین شکل با نمادها و نشانه‌های هنر دینی درآمیختند و حاصل خلق تصاویری ماندگار در عرصه هنر ارزشمند دینی است. در ارتباط با آثار من و در این زمینه، خب به هر حال من با توجه به ارادتی که به نسبت به آقای علی بن موسی رضا داشتم سعی کردم همیشه مستمر باشه. نشون دادن ارادت من به ایشون از طریق حرفه. من آمدم گدای این درگردم آقای من، در بحر نایتت
شناور گردم مولای من با دست تهی آمدم در بر تو مولا به جان مادرت المادر همه همه مولا به جان مادرت المادر غم پرورت عنوان این اثر هست زیارت یا به یاد پدر. من به یاد دارم از دوران کودکی با هر هفته جمعه شب ها با پدرم مشرف می شدیم به حرم حضرت علی ابن موسی رضا و من تو این زیارت ها شاهد حس و حال پدر، دگرگونی پدر در دیدار با امام رضا بودم و خیلی برای من تاثیرگذار بود. ایشون همیشه بلا استثناء برای من و برای همه توصیه کنندگان زیارت امین الله رو به نام علی ابن موسی رضا می‌خوندن. حس و حال خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، خاطرات خیلی خوبی بود، خیلی از حاجات تو این رفتنها گرفته می‌شد. یکی از شیرین ترین لحظه های زندگیم بود و بعد از درگذشت پدرم حیف اومد که این لحظات ثبت نشه. خواستم با یک چنین تصویری، با یک چنین ترکیبی، با یک چنین شکلی اون رو به نمایش در بیارم. کبوتری رو کشیدم که اصطلاحاً ما مشهدی‌ها بهش میگیم کبوتر حضرتی. کبوتری رو کشیدم که به زیارت امام رضا مشرف شده، نگاه عمیقی به گنبد امام رضا داره و اشکی که در چشمش حلقه زده و در کنارش یک بچه کبوتر رو کشیدم که با تعجب و با یک نگاه دقیق و عمیق داره نظارگر ارتباط والدش با علی ابن موسی رضا هست. یعنی همون چیزی رو که برای خودم اتفاق می افتاد، همون لحظه، همون حس، همون حس شیرین، همون لحظه به نظر من بزرگ رو خواستم به تصویر بکشم. المانی جذابتر و گیراتر و جالبتر از گنبد آقا علی ابن موسی رضا که به هر حال همه تا یادی از امام رضا میشه ما این یک چنین تصویر به ذهنمون میرسه رو در یک طرف نشون دادم. انوار الهی رو خواستم نشون بدم که توجه باری تعالی رو میرسونه از سمت راست گوشه بالا داره به طرف پایین میاد به همراه یک سری پرنده های به قول معروف سوار بر موج این انوار که به سمت پایین میان و در حال گردش و طواف به دور گنبد امام رضا هستن. در کنار کار با زبان تشعیر که باز یکی از نقوش از نقش‌های نقاش ایرانیه اومدم فضا رو پر کردم و دوست نداشتم فقط جنبه تزئینی داشته باشه. اگر دقت داشته باشید، دقت بفرمایید، در بخش تشعیر من داستان‌هایی رو که در ارتباط با علی ابن موسی رضا شنیده بودم رو اونجا به نمایش در آوردم. در میان نقوش تجریدی که در کنار اثر هست نقش آهو رو آوردم که داستان آهو و ضمانت علی ابن موسی رضا رو میرسونه و بقیه موارد که خالی از لطف نیست. شیر رو هم که به
امر علی بن موسی رضا اون فرد خاطیر رو میخوره. یا مثلا اناری که به وسیله آب انار و زهر زهراگین میشه و علی بن موسی رضا به شهادت میرسند، و یا محلی رو که امام رضا دفن هستن میگن زمانی که کندن از اونجا چشمه جاری میشه و ماهی ها در اون چشمه شناور بودن، باز نقش ماهی رو آوردن. ولی اون چیزی رو که از این داستان ها در ارتباط با علی بن موسی رضا شنیده بودم خواستم به تصویر بکشم. در سینه شهر بهشت گوهری نهفته است که نامش امام علی ابن موسی رضا علیه السلام است، گوهری که راز عظمتش را روزانه هزاران کبوتر در صحن‌ها و برگلسته‌ها با زائران نجوا می‌کنند تا مگر یکی از آنان مثل عطاءالله شاکری تحت تأثیر جادوی حلال این زمزمه از خود بی خود شود و در هیئت کبوتران خود را و پدرش را ببیند که به گنبد و بارگاه امام رؤوف پناه آوردند و دارند با او عاشقانه درد دل می کنند. خواستم باز ارادت همون نسبت به این معانی بالا نشون بدم و اون رو در قالب تصویر نشون دادم. حالا فرم کار به چه شکلیه؟ اگر دقت بفرمایید فرم کار به شکل یک سروه. سرو نشانه ایستادگی، مقاومت، ایثار، که باز ما میتونیم اون رو نشان از خصلت‌های ائمه‌مون داشته باشیم، به ویژه آقا علی بن موسی رضا که من اینجا نشون دادم. باز با توجه به این که آقا علی بن موسی رضا از امام هشتم ما هستند، من سعی کردم از شمسه های هشت پر در این اثر به تعداد هشت تا استفاده کنم. تمامی اجزایی که تو این اثر اجرا شده هر کدوم پشتش یک مفهومی خوابیده. مثلا اسلیمی های قرمز رنگ، این اجزا رو من سعی کردم در قسمت، حتی در گل‌های هشت پری رو که من در قسمت‌های ریز این تابلو اجرا کردم، همه دارای یک مفهوم و یک نیته، همه در خدمت چیه؟ خدمت اون خوشنویسی وسطه که عبارات اولیه زیارت امینالله. چه زیباست که انسانی هنرمند برای آفرینش‌های هنری خود دلایلی داشته باشد، و چه بجاست که این دلایل بهترین بندگان خداوند باشند. فکرش را که می‌کنیم می‌بینیم لذت اساسی خلاقیت هنری در دست‌های هنرمندی چون شاکری، همانا لبخند رضایت ائمه معصومین علیهم السلام است. چه زیباست که سایه لبخند خوشنودی امام سوم شیعیان علیه السلام همیشه بر سر هنرمند باشد، وقتی که دارد وسعت مظلومیت علی اصغر علیه السلام را به یاری بوم و رنگ تصویر می کند. و چه اندازه لذت بخش و با شکوه است که نگاه محبت آمیز شمس و شموس، چراغ راه نمای هنرمند در شبهای کار و تلاش باشد، وقتی که دارد قصه ضمانت آهوی بیپناهی را در شمسها و گلهای تابلوهایش نقش میزند. یک اثر دارم در ارتباط با آقا سید الشهدا، اشعاری را شنیدم در مدح امام حسین و حضرت علی اصغر و چگونگی به شهادت رسیدن ایشون. این اشعار شدیداً در من تاثیرگذار بود. صحنه شهادت رو با اون شکل و شمایلی که خودم دوست داشتم به نمایش درآوردم. آقا حسین و علی بر روی زمین نشستن در حالی که تیر رو از گلوی کودک ششماهشون کشیدن و شکستن، انداختن کنار، کودک رو به سمت بالا میبرن و میگن اللهم تقبل منی هذا القربان. این اثر سال 80 اجرا شد، 12 سال پیش بود.
یعنی من جوابم را زیاد سر گرفتم بماند که در یکی دوتا جشنواره هم شرکت کرد و مقام اول را برد. ولی میگم باز تأثیر بیننده رو وقتی از دیدن این اثر دیدم، من جواب خودم رو گرفتم. جشنواره‌های زیادی، نمایشگاه‌های زیادی شرکت کردم. جشنواره بین المللی امام رضا علیه السلام که هر ساله به صورت گسترده در سطح کشوری برگزار میشه، حتی هنرمندان خارجی هم تو جشنواره شرکت دارن. من در بخش هنرهای تجسمی نقاشی ایرانی 4 دوره شرکت کردم که در هر 4 دوره که شرکت کردم حائز مقام بودم. مقام اول، دوم، مقام سومی نداشتم و در همه رشته های نقاشی ایرانی. در جشنواره قرآن اطرت 2 دفعه شرکت کردم که باز هر 2 دفعه حائز مقام اول و دوم بود. جشنواره هنرهای تجسمی جوانان استان خراسان همون سال 80 بود که با ارائه تابلو نوگل نینوا مقام اول رو کسب کردم. و اخیراً در جشنواره تصیب‌های قرآنی که توسط آستان قدس رضوی به صورت کشوری 2 سالانه برگزار میشه و جشنواره بسیار قوی و پرمغزیه، دوره اخیر شرکت کردم که باز در زمینه گل و بوته جلد قرآن نفر اول شدم. یک اثر دیگه هست در ارتباط با علی ابن موسی رضا و اون هم در شاخه گل و بوته یا گل و مرغ اجرا شده. این اثر به این شکله که یک آرم یا اصطلاحاً لوگو در علم گرافیک توسط برادرم طراحی شد، یک لوگو تایپه و نوشتش الرضاست. این رو من اومدم خواستم هنر گرافیک رو با هنر گل و مرغ ایرانی ادغام کنم. لوگو رو به وسیله طلا اجرا کردم، ورق طلای اصل اجرا کردم این لوگو رو روی بوم سنتی و بعد به وسیله گل و برگ گل و مرغ ایرانی اون رو تزیین کردم. نقوش کاملا در هم دیگه تنیده شدن. کار سختی بود چون یک هنر مدرن امروزی رو می‌خواستیم با یک هنر سنتی با همدیگه تلفیق بدیم، ولی خوشبختانه به لطف علی ابن موسی رضا این کار موفقیت آمیز اجرا شد که خوشبختانه در جشنواره بین‌المللی امام رضا حائز مقام اول شد. قصه اخلاص و ارادت به ساخت ائمه دین قصه ای نیست که پایان پذیر باشد. آنچه ما به تصویر می کشیم تنها جلوه هایی از یک عشق مکرر و بی پایان است و ما برانیم که نشان دهیم در این معدن بزرگ و بی نهایت چه گنج های عظیمی نهفته و آماده اکتشاف است. تلاش عطاالله شاکری نمونه ای از صیادی در این بحر معرفت است. در پایان جا داره واقعا ازتون تشکر کنم به واسطه این که شما برنامه رو دارین تدارک میبینین که روح ایرانی اسلامی درش هست. هنر ایرانی، هنر ایرانی اسلامی، هنر معنوی یک مقداری گمنامتره و شما لطف کردید و تو این حوزه پای گذاشتین و واقعا جادر ازتون تشکر کنم و براتون آرزو موفقیت کنم. صحبت دیگه ندارم و خداحافظی میکنم.